خیلی خوب، به کافی سینما خوش اومدید. حضورتون باعث افتخار و اشتیاق ماست. اینجا اکثرا در مورد سینما سخن به میام میاد و در این ویدیو میخوایم پس از تماشای اپیزود 4 بازگشت که همچون یک سطل هایپ یخ بر پیکره ما مخاطبین زخم کاری بود، بیش از پیش به جنبه مهدویان زخم کاری بپردازیم. البته که این ویدیو به اپیزود 8 7 3 2 5 1 6 وابسته نیست. اگر بر پلی لیست کاری نظر بیافکنین، مشخص میشه که در سری ویدیوهای کاری زخم کاری داریم بر اساس موضوع پیش میریم. یه یوتیوبر تیپ گالاریایی و دعوت از شما برای تماشای سایر ویدیوهای کانال و بعد بیاین شروع کنیم. فقط لطفا قبل سابسکرایب هم بکنید، مگر نه قفوریان شب میاد کنارتون وقتی خوابید دم گوشتون میگه طلوعی. میرم بیرون نوازی هیتر دو تو کمپی موادی رپ فورسم سول اسکور منم. 4 اپیزود گذشته مهدویان، برای همین میدونی باز هم میریم سراغ چی؟ آرای مردمی، این بار مفصل تر. همونطور که ملاحظه میکنید اپیزود اول زخم کاری برگشت 68% رضایت به همراه داشته که بقیده من 97%ش به خاطر ارزش فرانچایز زخم کاری و تجدید دیدار با سریال محبوبمون بود، نه معرفی طلوعیت و غفوریان یا دیدن چهره نوی منصور و کلاهگیس جدید ناصر خان. ولی خب اون زخم کاری هم مال همین مهدویانه، so that doesn't matter. اما 73% خودشه همینو میخوایم برای اپیزود دوم. واو، ملخک جست. شاید هم مهدویان حرفای هیچکس و آویزه گوشش کرده باشه، چون آدم هر از چنگایی باید یه کار بد بده بیرون که انتظار شنونده بیاد پایین دیگه. میدونی چی میگم؟ در چنگای آدم یه کار بد باید بده بیرون که انتظار شنونده بیاد پایین بده. اما اگر یادتون باشه مهدویان چند هفته پیش 5:30 صبح جمعه مشغول تدوین همون اپیزودی بود که همون صبح میاد، گویا عادت هم داره به این کار و از سمت دیگه تو همون هفته ها سر و صدا ها به پا شد. بینندگان سریال طلوعی رو نپسندیدن، طرفداران سیزن اول از سیزن دوم دل خوشی نداشتن و سالگرد حوادث خونین سال گذشته کشور نیز در پیش بود. پس به نظر مهدویان این هایپ شناس خبره و چیره چنگال با توجه به ارزیابیش از چالش های پیش روی زخم کاری در این شرایط بغرنج رفته و به سریالش جواد ذاتی اضافه کرده و فکر میکنم که احتمالا تو زمانم جلو رفتیم. این کات اوت کردن سریال رو در آکتور هم داشتیم، مزایای فیلمو. بسیاری از شما نیز در میان نظرات به این نکته اشاره داشتید که میس چرا به ناگهان شیدای شی شد. اما خب شور بختانه توسعه میس در فصل دوم به عنوان مالک دسکند و مالک مالکی زخمی و ریشی و مو نزده که انقدر آتش وجود داشت برای دیدنش در کامیونیتی، نه تنها کمکی نکردن به مهدویان بلکه باعث شدن سریال کند و آکنده از حفره های ریز و درش تلقی شه. اونم 54%. مهدویان بتادین بدم. و با این وضعیت، با این روند، در اپیزود 4 باید یه اتفاق مهم رخ میداد تا ما سریال رو ترک نکنیم. اما در کمال تعجب در اپیزود 4 آمار رضایتمندی از سریال تا 33% کاهش یافت، یا بهتره بگم فرو ریخت. مهدویان، من تعجب میکنم. مهدویان، تو فصل اول نشون دادی که کاملا در جریان مسئله سلیقه مخاطب و این نمودارها هستی، ساختار فیلمنامه رو درک میکنی، اما این اپیزود 4 یک درجه سلسیوس بر حرارت سریال که نیفزود هیچ، فرانچایز رو در معرض انقراض جلوه داد. ببینم مهدویان، میدونی چند تا کامنت داشتیم که پشت صحنه پوست شیر از زخم کاری بازگشت بهتره؟ مثلا دست آلوده به خون شفاعت میسم، خب چیزیه که همه میخوایم و در موردش داریم صحبت میکنیم. یا شاید فرار مالک از دست دستمالچی، البته با همکاری خودش، چون بالاخره دستمالچی اتل سپاهه، احتمالا به مالک میگه که یه تیر بزن تو زانون بعد برو. ولی نه، الان زوده. نمیدونم مهدویان، حداقل یه چیز کردن که دیگه ببینیم. سیما و طلوعی، شفاعت و دختر طلوعی، نمیشه اصلا مالک دستمالچی رو بکشه؟ نمیدونم، حالت های ممکن زیادن، ولی اگر بخوام یه پیش بینی بکنم از قسمت بعد، یعنی قسمت 5، خب مهدویان این اپیزود دیگه باید حاوی یک اتفاق میخکوب کننده باشه. اگر این اتفاق نیفته، بعید میدونم که همه ما مخاطبین قرص و محکم بازم پای زخم کاری بشینیم هفته بعدش. اما نظر شما چیه؟ به نظر تو مهدویان میتونه در اپیزود بعدی کامبک بزنه؟ به نظر من بله، احتمالا رضایتمندی از سریال در اپیزود 5 میره برای رسیدن به هولوش 60%. و باز هم تاکید میکنم مهدویان، اگر این اتفاق نیفته، اما مسئله اصلی کجاست؟ این روند در میزان رضایتمندی از اپیزودها و احتمالاً اتفاق میخکوب کننده ی اپیزود 5 اگر آقای مهدویان منت بذاره، برای من کاملاً آشناست. عین همین روند رو در حیثیت گم شده هم دیدیم. اگر احیاناً در جریان نیستید، این آقای پهلوانزاده، کارگردان حیث گم گشته این اثر فاخر و به یاد ماندنی، در فصل گذشته زخم کاری توی یه اتاقی شبیه این با مهدویان مشغول
مشغول تدوین ماجرای مالکشاه و ریزابادیان بودن. ریزابادیا ویچای لافت مهدویان، ولی تو نسل کشی کردی. و حالا این رو بذارید کنار این که اینسایدرها بهمون خبر داده بودن که سر سریال قبلی پهلوان، یعنی سقوط، مهدویان میومده سر صحنه میشسته میگفته نور صدا دوربین حرکت، پهلوانزاده هم احتمالا براش میوه پوست میکنده. سو پهلوانزاده محل تاسیس سوله جدید تولیدی فیلم و سریال مهدویانه. بنابراین اگر دقت کنید زخم کاری، سقوط و یا حیثیت گم شده به لحاظ ساختار فیلمنامه، به لحاظ طرز چینش نقاط عطف و گره ها الگوهای مشابهی دارن. یه اتفاق میخکوب کننده که برق از سر ما میپرونه، ولی بعد طی دو سه اپیزود بعدی نرم نرم چشامون میره رو هم، میریم برای خواب ناب که تو همون لحظه مهدویان سرهنگ علی فروار یه هایپ میندازه زیر پامون و بوم پامیشی، میگیم خب بعدش چی؟ ولی بعد دوباره خوابمون میبره و این لوپ مدام تکرار میشه تا برسیم به تهش. و البته پایان بندی فصل اول به سادگی تو فصل دوم بی‌معنی میشه مهدویان، که میتونید در این رابطه اینجا توی ویدیوی تناقضات زخم کاری در موردش بشنوید و ببینید. من هیچ وقت دوست ندارم که بیام اعلام کنم که یه تنکسی وجود داره این پایین، لطفاً حمایت مالی بکنید. You're speaking to Maysam Maliki, how can I help you? حالا سوال اینجاست که حرکتی که مهدویان داره میکنه چیه؟ مهدویان تا حالا دست رد به سینه کسی نزده، اون اوایل با شهرداری میپلکید، بعد رفت سمت تهیه کننده درهمی مهران مدیری، یعنی همون صدا و سیما، و حالا به نظر با اندوخته های در گریبان مهدویان داره میره به سمت اینکه یک استدیوی فیلم سازی رو تشکیل بده. And that's perfect، چون اینجا یه لیگ دیگه است، یه لول دیگه است در تولید فیلم و سریال توی شبکه نمایش خانگی. استعداد بازیگری دارین؟ بازیگری؟ نرو سمیه. انبوه سازی با تامین استاندارد مورد نیاز مارکت و طراحی زنجیره از هایپا در شبکه نمایش خانگی که شبیه یه فطیره با کلی مایه که البته داره تو جوب آب میره. طبیعتاً نقطه ضعف اصلی این سریال های فاخر شبکه نمایش خانگی فیلم نامه است و مهدویان با توجه به بازاری بودنش نه تنها این حفره رو درک می نماید، بلکه با یه سری فیلم نامه متناسب و هایپ دار پرش نیز می کند. خاکش کن خاطرات جای پاتو. اما این انبوه سازی مفرد در تولیدی های فیلم و سریال مهدویان با خودش آثار ناخوشایندی به همراه داره. مثلا همین حیثیت گم شده که تولیدش دیگه بوی مکر و حیله یا زیرکی تیپیکال مهدویان رو نمیداد، بیشتر میکشید سمت تلقی شدن از یه حرکت شیادانه. حد فاصل سمک عیار تا امرو آس. تو چرا میخوای من خراب کنی؟ از کجا پول میگیری؟ وقتی اینجوری تا کنی مهدویان آثارت میرن که از انسانیت، انسان، ذوق، طب، طبیعت یا هنر دور شن. و البته به جاش جیبات از کش پول و بچه نقد آکنده میشه، مثل یه موزیک پاپ و بغضی عاشقانه. تو اگه پاپ خون بودی مهدویان دفنتلی اولش اسمتو میگفتی. با این اوصاف مهدویان همچنان لازم به تأکیده که تو داری از خودت یه سری اثر بر جای میگذاری و این آثار تاریخ مصرفشون کوتاهه و کاملا مصرفیان، و این هیچ اشکالی نداره به جز این که دیگه جواب نمیده. مدیوم سال به سال داره پیشرفت میکنه. خب برام مذاق بیشتری دارم برای دیدن ملکه و پادشاه یوتیوب تا زخم کاری، چون خیلی انسانی تره، خیلی به من نزدیک تره و میدونم که داره راجبش فکر میشه. رشته تولید یک رشته تولید هنرمندانه است و یه هنرمند نمیتونه با اثر خودش اینطوری تا کنه که مهدویان میکنه. تو یه فروشندگی مهدویان و خودت هم که اینو میدونی، و اصلا لازمم نیست که هنرمند باشه مهدویان، فقط کافیه کلاه ما رو با حیثیت گم شده و هایپاش بر نداره و چند تا هنرمند جوون بیاره تو تولیدیاش تا کارخونه ایران خودرو بشه کارخونه فراری. کریتیو دایرکتور، طراحی لباس، طراحی صحنه، طراح ترنت های جوانی که آماده رشدن توی این مارکت و به راحتی توی دانشگاه ها میشه پیداشون کرد. خودش یه سرمایه گذاریه، یعنی حداقل وی بهتردن پهلوان زاده، و بعد میتونی بری به سمت اینکه هر اپیزود تو یکی کارگردانی کنه مثل خارجه. اینجوری هر تیم مجبوره به نحوی هر اپیزودو داغ نگه داره. اندر یو هاویت. سپاس که تا اینجای ویدیو رو دیدی، برای همین برات یه تئوری کاری دارم. سه هفته پیش یه اینسایدر دیگه به همون گفتش که مهدویان برای زخم کاری 100 قسمت بسته با فیلمو، ولی خب ما به مهدویان و کاری بعدش واقفیم و دائما داریم آنالیزش میکنیم. ارزیابی من از سخنهای این اینسایدر وضعیت کلاغ 15ام از این 40 تاست. به نظر من مهدویان با فیلمو این قراردادو بسته، به نظر منطقی میاد، ولی نه تعدادش و نه زخم کاریش. خبر رو باید تمیز کرد، مثل مرغ. آخه 100 قسمت زخم کاری منطقی نیست. در حقیقت احتمالاً این خبر داره به همون در ریشه خودش اینو میگه که سقوط و حیثیت گم شده نیست بخشی از قرارداد مهدویان با فیلمو بودن. نظرتون چیه؟ لطفاً ایده ها و افکارتون رو در مورد زخم کاری با همون در میون بذارید. اما حالا که تا اینجای ویدیو رو هم دیدید، بازم یه تئوری کاری دیگه دارم. به نظرتون مهدویان روی درصد درآمدزایی حاصل از واچ تایم هم بسته یا نه؟ چون طول اپیزودا به طرز عجیبی زیاده و
درآمد اصلی VOD ها یعنی همین فیلم و نماوا و فیلم نت که سوپر میلیاردیه همین واچ تایم است.